روشنک، روشنک خانم، جانم دایی، یه دقیقه بیا. به به به، سلام، صبح عالی بخیر. علیکی سلام دختر خودم. بیا عزیزم، بیا این رو ببر بالا بده به مادر. ای بابا دایی، شما چرا با این سنتون؟ حالا ما خجالت بخوام یا میشنگر؟ خجالت تو به چه درد من میخوره ها؟ اگه راست میگی فردا همه رو به کله پاچه مهمون کن تا بدهکار نمونی. نه دایی جان، ما تا ابد بدهکار شما بمونیم بهتر. با اجازه. برو جایک. بگو رامی. خب؟ یعنی چی عقب افتاد رامی؟ صبح بخیر. سند خونه و 7 میلیون چک از مسافرها گرفتیم با این تضمین که ویزای شنگنشون صادر بشه. حالا بگم نشد. رامین پرواز ما چارتره، خودت هم میدونی ویزای مسافرها نیاد خسارت ما رو کی میده؟ آ صبحونه حاضره. تو نمیخواد هزینه کنی، همین الان پا میشی میری سفارت قضیه رو حل و فصل میکنی ها. ببینم چی کار میکنی. خدا سلام. چاپ شده؟ صفحه سوم، جویندگان عاطفه. گفتم درشت بزنم تا نمود پیدا. دستت درد نکنه. چند روز دیگه 26 سالش تموم میشه. پس خانومی شده برای خودش، درست مثل مادرش. کلی مسافر ریختن رو سرمون که نه ویزا دارن نه بیلیت. به کلن امروز خیلی سرمون شلوغه. اوایل مهر شده مادرت به یاد گم شدهش افتاده. مادر من 24 سال از اون اتفاق میگذره. شما خودت هم میدونی اگه قرار بود خبری بشه تا حالا شده بود. بعد میگم آقا جون چطوری فراموشش کنم؟ من حتی نمیدونم اون زنده است یا مرده. اگه زنده بود تا حالا پیداش کرده بودی. انشالله زنده است. آقا بهزاد شما هم بهتر مرهم زخم باشی، نه اینکه نمک بپاشی به زخم. من که حرف بدی نمیزنم آقا جون، میگم ما هر کاری از دستمون برمی اومده توی مدت انجام دادیم. خود شما چقدر زحمت کشیدید، جایی مونده نرفته باشین، کسی مونده احیانا ازش نپرسیده باشین. یه چیزی تای دلم هست که میگه دخترم برمیگرده. من دلم روشنه. دعای مادر، دعای مادر مثل شاکلیدی میمونه که هر قفلی رو باز میکنه. دیر یا زود پیدا میشه. ناراحت نشینا، قبول دارم حرفتونو، ولی این قفله خیلی وقته که زنگ زده. دنبال شاکلید و معجزه نباشید. ببخشید مثل حرف بری زد، ولی من نگرانتم مادر. به خاطر خودت میگم اینا رو. 24 سالی ناگهی تو روزنامه چاپ کردین، چی شد؟ جز اینکه کلی آدم بیکار واسه سرگرمی و مشلق زنگ میزنن اعصاب هممونو به هم میریزن، اتفاق دیگه هم افتاد؟ نیفتاد. اگر به قیمت پیدا شدن خواهرت تموم بشه ارزشش رو داره. ببخشید آقا جون، ولی من نمیتونم به خودم دروغ بگم. نباید اون حرف رو میزدی. سلام مهتاب جان. سلام زنده. بیا تو. نمازمتون نمیشم، بعد برم بیمارستان. حال مادرت چطوره؟ مثل همیشه، تپش قلب، فشار خون بالا، نه قرص میخوره نه رعایت میکنه. شکوه از اول جوونیش هم آدم لجبازی بود. با من کاری داشتی؟ بله، میخواستم راجع به اون شاگردتون بگم که لحاظ مالی دستش تنگه. بهش بگیم بیاد بیمارستان. نگران هزینه هاش هم نباشین، من با دکتر بخش حرف زدم. دستت درد نکنه. خواهش میکنم. برو به سلامت. خداحافظ. علی سلام آقا، برای آگهیتون مزاحم میشم. اما خیلی از چاپ آگهیتون نمیگذره. بله.
یواش روشنک جان. سلام زنده‌ای، ببخشید بچور دیرم شده. بهزاد رفت آژانس؟ آره یه نیم ساعتی میشه. به خشکی شانس یه بار نشد درست حسابی برم سر کار. الان برسم دو ساعت میخواد سم قور بزنه. آخه پسرتون فقط از مدیریت بخشناسی شاید گرفت. با این استرس و استرابش پشت فرمون کار میدی دست خودتا؟ بی خیال زنده، من تای دست فرمونم. خداحافظ. شوکو جان صاحب خونه؟ شوکو؟ سلام رانا جون. سلام. بفرمی تو؟ نه ممنون، باید برم مدرسه. گفتم بیام یه حالی ازت بپرسم و یه حالی ازت بگیرم. چی شده؟ باز مهتاب ازم شکایت کرده؟ میگفت اعتصاب قرص و دوا کردی؟ از گاه کوه میسازن، میخوان منو وابسته قرص و دوا بکنن. منم زیر بار نمیرم، حرصشون میگیره. از بس که یک دنده. گفتم اون کلافه کامواری که گفتی رنگ سیرترشو میخوای رو بده تو راه مدرسه برات عوض کنم. دستت درد نکنه، زحمتت میشه، خودم میرم. این حرفا چیه؟ چهار قدم با مدرسه فاصله داره. خدا عمرت بده، این دخترو که هی امروز و فردا میکنه. اشکال نداره، در عوض وقتی ژاکت مهتاب جون تموم شد یه شال گردن واسه بهزاد میبافی. به روی چشم، کی بهتر از بهزاد؟ آگهیتون چاپ شد؟ آره، دعا کن خبری از ستایشم بشه. هرچی خدا بخواد. خداحافظ. خداحافظ. حالا جایی هم کار کردیم؟ نه خیر، اولین باری. تحصیلات؟ لیسانس زمین شناسی. پس شما اومدین اینجا؟ تو رشته خودم کاری که مورد علاقم باشه پیدا نکردم. بعد از ازدواجم هم خونه نشین شدم و بی‌حوصله. اوضاع روحیم خیلی به هم ریخته بود. رامین بهم پیشنهاد کرد بیا دوره مقدماتی توی سازمان ایرانگردی جهانگردی بگذرونم.
البته هنوز نوبت هم نشده، گفتن یه 6 ماهی طول میکشه. مینا جان، همه بچه‌های اینجا از جمله خود من حسرت به دل 1 ساعت مرخصیم که بریم خونه و استراحت کنیم. اون وقت شما قید آرامش و راحتی خونه رو زدی، میخوای بیای تو این محیط پرتنش و استراب کار کنی؟ چرا؟ خب من برخلاف شما اصلا دوست ندارم عمرمو به بتالت و پوچی بگذرونم. ترجیح میدم از خواب و استراحتم بزنم ولی بیکار نمونم. جالبه، خواهر برادر از ریشه اینه همین. چطور مگه؟ آخه اخویتونم همچین نظری دارن، اومدن اینجا بیکار نباشن. هر وقت هم اشتباه میکنن میدازن گردن بی تجربگی و میگن درست میشه. درست نمیشه ها. متاسفانه متوجه منظورت نمیشم. ببینید خانم مینا، تمام کارمندای اینجا از صبح تا شب با 1000 نفر سر و کله میزنن و کلنجار میرن، فقط واسه 2000 حقوق. همشون هم کارشون رو بلدن، هم تمام دوره هاشون رو طی کردن. شما اینجا به کسی حقوق میدیم که کار بلد بشه؟ من نیازی به حقوق و مزایا ندارم. اگرم اومدم اینجا فقط به خاطر دغدغه های شخصی خودمه، چون دلم نمیخواد تو خونه فقط مثل یه لله پرستار بچه هم باشم از دنیا بی خبر. اینجا جاییه که من میتونم با مردم در ارتباط باشم. بسیار عالی، ولی من فکر میکنم تربیت بچه ها از هر کاری تو این دنیا مهمتره. بچه اگه بد بار بیاد میشه مایه آبروریزی و شرمندگی. ببخشیدا، ولی به نظر من یه مادر خوب وایمیسه تو خونه و بچه هاشو تربیت میکنه. لابد حق با شماست، ولی بگم خدمتتون، من هم مادر خوبی برای بچه‌م هستم، هم همسر خوبی برای شوهرم. اگرم اینجام فقط به خواست و پیشنهاد خود اوناست. ولی کانتر بودن کار خیلی سختیه. من بعید میدونم شما بتونید از عهدش بر بیایید. اون دیگه مشکل منه. لازم نیست شما نگرانش باشین. من بلدم از پس مشکلاتم بر بیام. بله. من باید با مدیریت صحبت کنم. شما هم یه مدت باید به عنوان کارآموز مشغول شید. البته اگه مشکلی ندارید، در مورد حقوقتون هم با آقای سپری حرف بزنید. مشکلی نیست. تماس میگیرم باهاتون. لطف میکنید. سه تا مسافر دارم که برای پرواز فردا شب ویزای تا پرژنت میخوام. میدونم سخته. ببینم چی کار میکنی ها. منتظرتم، خداحافظ. دوتا انصراف برای پرواز فردا. شما اگه مدیر فنی این آژانس نیستی؟ نیستی یا هستی؟ ها؟ دو حالت داره. منظور واسه چی قبول کردی؟ مگه نمیدونستی پرواز چارتره؟ چرا نگفتی غیر قابل استرداده؟ هر کی اومد گفت پشیمون شده باید بگی ببخشید فدای سرتون، شنبه صبح تشریف بیارید پولتون رو پس بگیری. توقع داشتی چیکار کنم؟ یارو باباش مرده، من به زور بفرستم این سفر بگم برو تفریح کن؟ خب حداقل یه جواز دفنی، جواز کفنی، یه چیزی میگرفتی میفرستیم جای خودش هتل. اینجوری ضررم نمیگه. آقا رامین، اونایی که به شما گفتن با مزه یا خودشون خیلی بی مزه بودن یا حتما باهاتون شوخی کردن. بس دیگه بابا، تمامش کنید. روشن خانم گوش بده ببین چی میگم. زنگ میزنی آژانس آقای فریبا، ببین بلیط دبی نیاز دارن یا نه. خب صندلی هواپیما نباید خالی بره ها. باش. روشن خانم ببخشید. از خواهرم چه خبر؟ بهتر به فکر یه شغل دیگه باشید براشون. واسه چی؟ واسه اینکه خواهر شما علاوه بر روابط عمومیش که خیلی بده، زبان اطلاعاتش هم صفره. ناراحت نشینا، ولی به نظر من ایشون برای خونه‌داری خیلی مناسب تره. اون که بله، خونه‌داری واسه هر خانومی لازمه. ماشاءالله چقدر هم به ایشون میاد. نه شما نمیخواد نگران خواهر من باشید. آقا من یه هفته راش میندازم ها. با ادعا نمیتونید راش بندازید، ولی اگه اصرار دارید پارتی بازی کنید باشه، خودتون استخدامش کنید، خودتونم بهش کار یاد بدید، چون من وقتم پره. شما اینو از کجا پیدا کردین؟ واقعا من در تعجبم. رامین تو چرا این چیزا رو میری به این میگی؟ بیا به خودم بگو من درستش میکنم دیگه. این کیه مامان؟ ستایش کیه؟ شما میشناسینش؟
بهم بگین که میشناسی. این عکس منه، اسمم ستایشه. شما منو پیدا کردی. اصلا مهم نیست چطوری، ولی من دختر شما نیستم، درسته؟ خب اگه اشتباه میکنم پس این عکس چیه؟ خونه ما چی کار میکنه؟ چرا این همه سال نگهش داشتی؟ این هویت شناسنامه منه. شما هیچی به من نگفتین چون میدونستی من از دست میدی. خانواده واقعی من سال هاست دنبال من میگردن، درسته ماما؟ همیشه میدونستم اون عوضی بابای من نیست. تو رو خدا یه چیزی بگو، بگو که این دختر منم یا نه. بذار خودمون از این بدبختی نجات بدیم. الان 3 ماهه که بیکارم، به هر دری میزنم بیفایده است. نه فرصتی، نه امیدی، نه آینده‌ای. فقط دعا کن ماما، دعا کن واقعیت داشته باشه. اون وقت زندگیمون از این رو به اون رو میشه. من ستایشم. بگو که یلدا اسمی که شما برای من گذاشتی، نه خانواده واقعی. گوش کنید آقای باقری، از اونجا که طرف دعوای شما متهم پرونده فراری و مجبورالمکانه، دادگاه تو یکی از روزنامه‌های رسمی آگهی میده. اگر خبری نشد، قاضی پرونده حکم غیابی صادر میکنه، پرونده میره به اجرای احکام. این گردش پرونده ممکنه یه چند ماهی طول بکشه. ببخشید، من این تلفن رو جواب بدم. بله؟ سلام، من نصیر نیا هستم. یادم نمیاد همچین موکلی داشته باشم. نه، من موکل شما نیستم. بابت آگهی که برای روزنامه دادیم مزاحمتون میشم. آه ببخشید، شما اطلاعی از گم شده ما داری؟ خب راستش من فکر میکنم اون گم شده خود منم. راستش شما امروز 4مین نفری هستین که زنگ میزنه همچین ادعایی میکنه. این فقط یه ادعا نیست، من دلایلی دارم که میتونه حرفم رو ثابت کنه. چه دلایلی؟ اون عکسی که توی روزنامه چاپ کردین اصلش پیش منه. مطمئنی؟ میتونم بهتون نشونش بدم. خیلی خوب، لطفاً بیاین به این آدرسی که بهتون میدم. باید با هم حرف بزنیم. بله بله، بفرمایید. شما چند سالتونه؟ 24 سالم. اما ستایش الان باید 26 سالش باشه. یه دختر گم شده تاریخ تولدش هم گم میشه. شما تا حالا چیزی در این مورد از پدر مادرتون پرسیدین؟ مادرم آلزایمر داره، الان توی آسایشگاه بستریه. پدرم هم خیلی سال پیش من و مادرم رو ول کرد و رفت. الانم ازش خبر ندارم. یعنی هیچ کس ازش خبر نداره.
این عکس چطوری به دستتون رسیده؟ نمیدونم. این عکس رو با یه صندوقچه جواهرات وقتی که داشتم اسباب کشی میکردم توی وسایل مادرم پیدا کردم. نمیدونم چرا تا الان نگهش داشته، ولی فکر میکنم محتویات این صندوقچه یه ربطی به گذشته من داره. ببخشید میتونم بپرسم شما چه نسبتی با این دختر گم شده دارین؟ اون دختر همسر منه. در حقیقت من پدر خوندشم. که این تو حالا باید چی کار کنم؟ این عکس نشونه خوبیه، اما برای اثبات هویتتون باید آزمایش خون بدین و یه سری مراحل قانونی رو طی بکنید. فعلا میشه ازتون خواهش بکنم امشب تشریف بیارید منزل متهم سرم شما رو ببینه؟ یه نماینده انتخاب میکنیم و من معرفی میکنیم. حالا بری سر کلاس. بعدم تلفن بالا کارتون دارم. بری سر کلاس. بله. سلام رانا. سلام جهان. چیزی شده؟ همین الان دختری رو ملاقات کردم که ممکنه ستایش باشه. تو مطمئنی؟ گفتم ممکنه. آخه تو در مورد هیچ کس اینقدر مطمئن حرف نمیزدی. عکس ستایش دستش بود، همونی که تو روزنامه چاپ کردی. خودش بود. دیدمش. الو رانا. رانا یلدا، توی مادر؟ کی اومدی؟ پس بابات کجاست؟ هنوز بر نگشته خونه؟ پاشو پاشو قضا رو هم بزن تا نگیره. الان سر کلش پیدا میشه زمین آسمون رو به هم میدوسه. تو که نمیخوای به اون دستش بدی بیفته به جونمون. میخوای؟ نه میخوای یلدا؟ من کیم مامان؟ یلدا یا ستایش؟ پس چرا نیومد؟ مگه نگفتی ساعت 9؟ خانم شاید تو ترافیک گیر کرده. قلبم از جا داره کنده میشه. به خودت مسلط باش رنا جون، بعد از این همه سال هنوز عادت نکردی به این رفت آمد؟ حس عجیبی دارم، به دلم برات شده این یکی دیگه خودشه. نه مادر جون، شما این حس عجیب و سالی یه بار داری. یادت همین پارسال دختره با انقدر دماغ اومده بود میگفتی شبیه منه، اخلاق شبیه باباته، انقدر گفتی ما باورمون شد واقعا ستایشه.
خدا رو شکر که علم ژنتیکی هست ثابت میکنه، یا آزمایش میدیم حل میشه. پس قضیه اون عکسه چیه؟ این روزا همه چی تقلبیه، کپیه، چینیه. چند تا میخوای با فتوشاپ برات درست کنم؟ پیشتاوری نکن آقا بهساد، شما که هنوز ندیدینش. خب ندید میگم نیست. میشه اینقدر منفی بافی نکنی آقا بهساد؟ مادر دل تو دلش نیست؟ رعایت کن یه خورده. تو هم هی نفوس بد بزن. بله؟ سلام، من یلدا نصیرنیا هستم. سلام خانم نصیرنیا، کجایی؟ ما خیلی وقت منتظریم. منتظر نباشی، من نمیام. نمیام؟ چرا؟ راستش من فکر نمی کنم ستایش باشم، چون از گذشتم هیچی یادم نمیاد. نمیخوام باعث رنجش و ناراحتی مادری بشم که این همه سال انتظار کشیده. از اولم نباید میامدم سراغ شما. منو ببخشید. ببخشید، اتفاقی افتاده؟ این ماجرا مثل قصه تو فیلم ها میمونه. پدر مادر در حال انتظار، دختر گم شده که پیدا میشه و به سعادت و خوشبختی میرسه. نه، من عادت کردم که جدی فکر. بده من باش حرف بزنم. یلا خانم، شما با این کارتون دل خانواده ای رو که سالها چشم انتظارن امیدوار کردی. چرا این اجازه رو به ما نمیدی که شانس خودمون امتحان کنیم؟ من شانسی ندارم، هیچ وقت نداشتم. بابت همه چی معذرت میخوام. خداحافظ. یلا خانم، چرا نذاشتی من با دخترم حرف بزنم؟ تو معلومه چی میگی رنا؟ هنوز که چیزی مشخص نشده. اون باید بیاد اینجا، من میخوام ببینمش جهان همین امشب. یه بار دیگه بهش زنگ بزن داداش، وادارش کن بیاد اینجا. اصلا بهتره شما بری اونجا. این دختره بیکار چجوری هممونو زابرا کرده. بده من گوشی آقا جون، من حالیش میکنم. اون ترسیده من... فقط همین. از نظر من هر فرضیه میتونه صحت داشته باشه مگر اینکه خلافی ثابت بشه. به این زنگ بزن جهان، باید بریم سراغش. چیو بریم سراغش زنده‌ای؟ اون اگه میخواد ستایش باشه خوب بود دیگه. میشه شما دخالت نکنی روشنک خانوم؟ تا دیگه نشده زنگ بزنین دایی. این دختر نمیتونه آدم شیادی باشه، وگرنه هیچ موقع پشیمون نمیشه. سلام. سلام، بازم شما؟ من که بابت اشتباه مستخایی کردم، خواهش میکنم تمومش کنی. گوش کن یلدا خانم، شاید شما ستایش نباشی ولی اون عکس نشون میده که یه رابطه بین شما و گذشته خانواده من هست. پس خواهش میکنم که اجازه بده ما این معما رو حل کنیم. از من میخواین چی کار کنم؟ هیچی، فقط آدرس خونه تو بده تا همین الان بیام اونجا. فایدهش چیه؟ کمترین فایدهش اینه که خیال هر دو طرف راحت میشه. میگم دو یکای زندگی هم به خودمون میووردیم، تا برگردیم تفت پرپر میزنه. اگر نخواستم بیاد صرفا به همین دلیل بود. مادر دیگه یه وقت احساساتی میشه، کار نادرستی میکنه. باید بفهمیم این دختره کیه، چی کاره است. اصلا ممکنه قضیه چیز دیگه ای باشه. ای بابا، دایی شما هم از بس با این موش آدم خالی بند و چاخان سر کله زدین به همه عالم بی‌اعتماد شدین. بروجک دخترم، احتیاط شرط عقله. بله. سلام، بفرمایید بالا طبقه سوم. ببخشید، آمادگی پذیرایی از مهمون نداشتم. دست شما درد نکنه. میشه عکسی از پدر و مادرتون اگر داشته باشید ببینم؟ بله، ممنون میشم.
تا حالا ندیدمشون. اصلا شبیه پدر مادرت نیستی. برای همینم شک کردم. ولی راستشو بخوای من اصلا حوصله دردسر ندارم. برای خانواده شما نمیخوام مزاحمت ایجاد کنم. این حرفا چیه دخترم؟ چه مزاحمتی؟ اگه شما واقعا ستایش باشی یه دنیاییه برای همسر من. من ازتون خواهش میکنم با من بیاید بریم پیش رعنا. اون از وقتی قضیه عکسو شنیده یه لحظه آروم قرار نداره. اگه دیر شد من میرسونمت. نه بابا ما رو چه به فوتبال. آره شما بگی. نه دیگه اصرار نکن دیگه. گوشی هیچ که اجاش تکون نخوره. من بهت زنگ میزنم. آبجیمه. خودم باز میکنم. سلام. معرفی میکنم یلا خانم. سلام. آقا بهزاد پسردایی بنده، شایدم برادر شما. خوشبختم. جالبه ولی اصلا شبیه هم نیستیم. باعث خوشحالیه. بفرمایید بفرمایید. خوشم اومد. خوب حالو دیگه. صبر داشته باش. سلام. زیاد کهنه به نظر نمیاد. میگم شما احیانا عکس دیگه ای از 7-8 سالگی تو ندارید بشه با این مقایسه کرد. نه متاسفانه ندارین. اون وقت برای ثبت نام مدرسه هم همین عکس رو میدادین؟ نه ما تو این سالا زیاد خونه عوض کردیم. همش تو اسباب کشی گم شد. آخه همه عکس ها آلبوماتون گم شد؟ اون وقت این یکی که مال 20 سال پیشه صحیح و سالم باقی موند. جالبه. شاید ولی من دروغ نمیگم. نه خدا نکنه. پدر مجهول المکان، مادر آلزایمر، عکس شنبه صبح تشریف بیارین. فتوشاپمون خرابه. قشنگه. واقعا که سرنوشت با آدم چه کارا که نمیکنه. آقا بهزاد دیگه کافیه. آره حق با آقا جونه. این حرفا چیه ما میزنیم؟ بیریم یه آزمایش خون میدیم و خلاص. این حرفا رو بذارین کنار. از خودتون بگین یلدا خانم. از خانوادتون. مادرتون الان کجاست؟ اینجا چه کار میکنی؟ اون دختر به خاطر تو اومده. نمیتونم تو چشاش نگاه کنم. نمیدونم. یعنی واقعا اون ستایشه؟ عجول شدی رنا. صبر داشته باش. از اون ماجرا سالها گذشته. نمیدونم. شاید حق با تو باشه. بیا بیرون. بیا باهاش حرف بزن. نشونی بده. نشونی بگیر. حرف گذشته ها رو پیش بکش. خاطرات تو ورق بزن تا چونه چرای این قضیه در بیاد. چرا مادر تو پیش خودت نمیاری؟ میخوام ولی نمیشه. من صبح تا شب درگیر کار و گرفتاریم. اونم احتیاج به پرستار دائم داره که نه من از عهدش برمیام نه پولی برای استخدامش دارم. آسایشگاه که باشه خیالم راحت تره. ببخشید میتونم بپرسم ستایش چطوری گم شد؟ داستانش درازه.
رنا خانم مادر بهزاد و ستایش سالها پیش از همسرش اتابک جدا شد. یه روز که میره مهد کودک دخترش بیاره چند نفر اون طفل معصوم رو میدوزن. از اون موقع تا به حال نه خبری نه اثری. همه جا رو گشتیم ولی هیچ ردی ازش پیدا نکردیم. به پدرشون خبر ندادی؟ پدرشون پناهنده تشریف داشتن. میبخشید اگه نتونستم برگردم. با اجازه. کجا؟ نمیخوام بیشتر از این مزاحم رنا خانم باشم. دارین تشریف میبرین؟ با حرفایی که زده شد بعید میدونم ستایش باشم. خداحافظ. راستی فکر کنم اینو باید بدمش به شما.